امید در هر نقطه از جهان که هستین خوش و خرم باشین. بیننده های عزیز، در برنامه کنونی ما زنان خانه را داریم که ببینیم که در طول روز چه کارهایی را انجام میدن و مصروف چه فعالیت هایی میباشن. پس بیننده های عزیز، اگر میخواهید از داشته های برنامه دیدن و از تجربه های آنها بیشتر استفاده را ببرین، در ادامه برنامه با ما باشین. خب بیننده های عزیز، اومدیم که از نزدیک بشنویم از خود خاله جان که چی مصروفیتی فعلا داره. خب خاله جان، میشه خود معرفی بکنیم و بگی که نامی چی هست، از کجا هستیم؟ نامی از ماست آتیکا، منطقه اونو نامی پدر ماست محمد علی، خود ماست مستر دکانی هستی. خب اونو اینمی هستی از اونجا بازششتی و مقصد دینی سمای محارای کو هستی. خب در خانواده چند سرایول هستیم؟ شش سرایول هستیم. ایولوی مستر هست. یکشی هست از سنفی چوری مطب، یکشی هست از سنف پنج مطب. دیگه اونو دختر که خاطری جانجالوی مزیر ازگنیو در چی مطب ری نتونستیم. شوهرتون چی کار میکنه؟ شوهر من در سر چوک موره، گوی یک روزی 200-200 میره، بازیاده بخیل همه. چی وظیفه داره؟ وظیفه شونمو سری چاک بره، اگر کس بور کنده کچالاشی، کچالو یا چوبی یک دیگه این بره، اگر نبردی اونو میه پس خونه، یعنی زندگی زیاد. خودتون چی کارو میکنی؟ خود من رسته بگار موشی و خر گفت این ماو میری و تو بگار این می جانجالوی مسته. خب اولادی کلانتون چند ساله است و چی کارو میکنه؟ کلانی کلان یعنی می دختره، 13 ساله هست. یعنی می دختر است، 13 ساله شده. یه بیچاره رو گفت مطب رهی که من مطب رهی نتانستیم. مطب چرا روان نکردیم؟ اونم از او بلند نمودی، یعنی اینجا که یعنی جانجالو رو دیدیم گفتیم من مطب رهی نمی کنیم. یک 3 سال رهی هم کردیم در بلندو. خب اونجا که مور یعنی قوم های زدکنده آی کده، یعنی اینجا دیگه من یه مطب رهی نتانستیم از خاطر او کشی و جانجالا. شما به خاطر اوکشی آینده دخترتون کی؟ آره دیگه روزگار نمیشه، تو مامو رفتم بوز دنیوشی صف میکنی تو برم بیایم از اینجا، یک پدری دیگه پیدا شدم تو مام چیزی بوجم کده مو بیم، یعنی از اینجام جلو که یکم خونه باشی یکم بریا و بیم دیگه. این اولی دختر جانجال کده از ما داره که ما را باید تو در مطب اینجا شامل کن که اینمی رزگانی و استکوی دیگه بسته شیردشین اینمی به چاره تا بگار اینمی او میری و اینمی زامت میکنی. او از کجا میارین؟ او این از چی سرقل میری. خودتان اینجا نلکشی ندارین؟ نلکشی ندارین. آبی را که گفتین که میارین از سرقل، اونجا کدام چا هست؟ جای هست چیتو؟ اونجا بانو چی چشمه هست؟ چشمه هست که اگر صافتر پختکاری انتاریو کرده دیگه اونم از اونجا میری که صافتر نمی صادی یک صاد خانه میرسی دمروز دمروز. او او در چی میارین شما؟ در بوشکا، یعنی یک بوشکایی که روغن خالی میشه دو نمازو در دستایخ میگری میری. بیننده های عزیز، طوری که شما هم دیدین و شنیدین، این خاله ای که در این مغاره زندگی میکنه بیشتر روی مشکلاتی که روی یکی از اولادهای کلانش که دختر هسته تمرکز داشت و مشکلشی بود که نتانسته بر اثر مشکلات زندگی دخترشون که 13 ساله است روانه مکتب بکنه، در صورتی که قبلا درس میخوانده اما فعلا به علت از اینکه آب آوردنشان راهشان خیلی دور است، از یک قریه در دیگه قریه تقریبا یک ساعت رو فاصله داره ای آب آوردنشان، و همچنان اولادهایشان یادآور شد که پشتری هم به دنیا آوردن و ای خودش رسیدگی نمیتونه. ای دخترش روی همین دلیل مکتب روان نکرد. بیایید با ما باشید تا از خودشان بشنویم و چه مشکلات و چه احساسی داره از اینکه مثل دیگه هم دوره هاش هم سن و سالش مکتب نموره. خب خواهرم، میشه خودت معرفی بکنی به بیننده ها و بگی اسم چی است؟ سلام، من است ماگل. اینمی مادر مر نماند که من مکتب میرفتم، اما یه از خاطری ها و همونتو چیز رو دور داد که نلغیش گرفته نمیتونست، مر گفت تو بشی مکتب نرو، نلغی ما بگی ما پشتی ها مروم یا تو پشتی ها برو، ما همشینم داده نلغی همیزی خاطر مر دور داد. من میخواستم خیلی مکتب دوست داشتم که بروم در مکتب نی، من میخواستم که یک ساعت میرفتم مکتب، دیگه چند ساعت دیگه اونجا درس میداد. پیش از مکتب رفتن من کار سومو میکردم، در مادر میماندم خودم میرفتم. مادرم گفت نه نلغا گرفته میشه، از پشتیا بروم تو پس میام.
نلغه تاثیر میکنه. تو از مکتب میری چند ساعت میخونی تو از اونجا پس می؟ خب امی گپای را که گفتی بر مادر تو هنوز گفتی یا نه؟ ها گفتیم بر مادر من گفتیم که تو مرا مکتب نماندی. ما فقط از دو دنیا جاغیت میگیریم که تو مرا مکتب نماندی از خاطر اولادی از خاطر یاو مرا دور دادی فقط در خانه شون دی و اینده ما خراب کردی دیگه. مادرتون در مقابل از سوال شما چی میگه؟ مادر میگه چی تو کنم مجبور بودم که تو را دور دادم مجبور نباشم یک ذره یمی چی خوبتر باشه او در پیش دروازه باشه ای خانه خوبتر باشه چی کار اقنه باشه ما تو میماندم خیال مجبور هستم که تو اینجا ماندم. که همدورایت میبینی که اونو مکتب میخوانن و تو محروم از رفتن در مکتب هستی، مصروف کار خانه، چه احساس داری؟ خیلی در سرم بد میخوره دیگه. اینج که اومد مرک میبینم باز میایم قد مادرم جنگ میکنم، میگم یا کلگی مکتب میره من فقط در خانه کراچی یا بوشکه یا کالا در سرم من میام واسون مکتب میره. خیلی شرم میشم اما بی قشر میشم که هیچ پرسان نک. باز اینجا اومدم جنگ میکنم قیاچه که تو بچی مرا مکتب نماندی یا کلگی میره ما شرمینده خاک در سر میگشتم قدی کالا یا او یا بوشکه در دیستم میام یا بخی بد معلوم میشه در نظر میخوام. چقدر آرزوها در دلی در مورد ازی که درس بخونی و به جای برسی چی خواسته هایی داری؟ آیا یه قدر خواسته هایی آرزو هایی زیاد است که کوشش بکنی با وجود این مشکلاتی که مادرت بر صد راه است و قرار داده مبارزه کنی و مکتب بخونی؟ کوشش دارم که امزی جنجالا خلاش این برو مکتب باز یالی که دیگه چی قوارزو داشتم که دکتر شوم مسلمان ها را دوا کنم. این مادرم نمان یالی هم قد مادرم دایم جنگ میکنم. کوشش دارم که باز مکتب برم. یه انجام میده که اینالی خیلی کار کنه یه کلور بله که اینجی دمه میله. یا او که ارده نمیتونی روز پاس میشیدی یکی مور بدر ما این تنهای خود نمیتونی دیگه یعنی دلقم مال نمیل ولی یک تیجول کدی منم ولی قد از این قطعه اینم ولی مگم یکی دیگه تکشو شد که یه رو بگیره ما پرشوم سنی گروه برو بگیرم اون تر اولا شما اینده ست ساله ازی یا کمتر یا بیشتر اره یه مگه که تو جنجال از من خراب کدی اون پدر شم نیشت ما خود او که مرد سرم موره دیگه دقم چنی اونا به رو چلی دون اونجا به قد پشتی این کلی خود کارم که نه چلی دون پس در خانه می او خواه اون دیگه در جنجال که من مانم دیگه ما این می جنجال یک چیز که دادیس منه که مو یک کرو کنی که منجی یک او موره یک دوگشت بیره اونو خلاص بس ما بریلا و قشیر مکنی یا او رو برو من خیر از ناچوری اون رزگر دیگه شده پیشم هنال یا این دکشو یک ساعت رو که بعد بیننده این بود داشته های برنامه این هفته ما که تقدیم شما شد. امید موردی پسند شما عزیزان قرار گرفته باشه. پس اگر می خواهید هموطنان مخصوصا زنان پرتلاش و با زحمت بامیانی را بیننده باشید و تجربه های آنها را بشنوید برنامه خودتان تقدیم نمایید. خدایا رو نگهدار شما باد.